نشناختی خب نمیشناسی دیگه، هیچ وقت نشناسی. حالا چی کار داری؟ نمیتونم بیام، از تهران دور شدم. شاید بیام، نمیدونم. آدرس رو اسمس کن. بیام سلام. چک کن ببین خودشه. کی چاپ میشه؟ فردا. خب؟ چرا میشه؟ 12 تا. خب؟ آها. بفرمایید. گوشی گوشی. یه شما اینجا امضا کن. امضا برای چی؟ داری تحویل میگیری بعد امضا کنی دیگه. فوتوکپی رو داده بودین؟ بله اون که تحویل دادم. بفرمایید. مرسی. خب شما بومی حساب میشید.
تا 90 کیلومتر بومیه. آقای امینی یعنی چی؟ خونه ما 80 کیلومتر با تهران فاصله داره، فقط بخاطر 10 کیلومتر. شما امتیاز ویژه‌ای نداری؟ خوابگاه برات یه جای جور کنم؟ خواهرم المپیادی شده، میتونم مدارکشو براتون بیارم. خواهر امتیاز حساب نمیشه. الان جای خالی ندارم. باید یک ترم تعامل بفرمایید تا ان شاءالله جا خالی بشه. مطلبی، محمد خانی، احسانی. آره 18 واحده دیگه. آره دیگه به همه ترم یکی ها 18 واحد میدن. تن ترم یکی؟ آره. تهرانی؟ تو چی؟ نه من از شهرستان. من مونا. نازنینم. چیکار میکنی اینجا؟ خوابگاهی؟ رفتم دنبالش، گفتم باید منتظر بمونی، فعلا جا نداری. خواهی چیکار کنی؟ مجبور برم دنبال خونه، کار دیگه ای که نمیتونم. سخت نیست واسه تنها بری دنبال خونه؟ آره میگم پول پیشش هم زیاده، ولی خب نمیتونم دیگه، رام دوره، کی برم کی بیام، به کلاسای صبح هم نمیرسم، خسته میشه. حالا میخوای من شماره هم بهت بدم؟ ما تو بونگا آشنا داریم. آره بهم زنگ بزن. حساب کن شماره تو میگی؟ سلام. بفرمایی. نازنینم از بونگا زنگ زده بودن. ای زود رسیدی؟ آره دیگه گفتم از دست ندم جارو. ببین ببخش من جا صندلی مندلی ندارم، راحتی؟ نه مرسی راحتم. بگم. آره دیگه بگی. من اینجایی که هستم 5 میلیون میدم ماهی 300، دو تا اتاق خواب داره، ته جمال زادم از بلدی؟ آره کوچش رو به روی دانشگاهمه، واسه من خیلی خوبه. چی میخونی؟ من پزشکی. آفرین. ببین اینجایی که من هستم دو تا اتاق داره، طبقه دوم صابخونه و آبخونه هم نداره، یعنی مستقل راحت میتونی یه اتاق برداری واسه خودت. بعدش هم تلفنم داشت که قطع شد، من دیگه حال و حوصله نداشتم برم وصلش کنم. من فقط پول پیش میتونم 2 تومن بدم. ببین منم پول نقد لازم دارم. خب البته میتونم کرایه رو بیشتر بدم. آخه تو هم دانشجویی، از کجا میخوای بیاری بدی؟ نه اشکال نداره، چون من منتظر خوابگاهمونم. خوابگاهمو خالی شه میرم، یه ترم یه سال دیگه بیشتر نمونم. آخه منم موقتی هم دارم میرم از ایران. کی؟ یه سال، دو سال، یه هفته دیگه، یه ساعت دیگه. ببین بدش کنم، من میگم که تو همون 2 تومن رو با نصف پول اجاره که میشه 150 تومن بردار بیار، بقیهش هم بیخیا. اینجوری نمیشه که، وقت برای شما سخت. 50 تومن این ور اونور زندگی ما رو زیر و رو نمی کنی. میخوای بری ببینی؟ آره که الان دیگه تنهایی؟ آره دیگه، بس من کلیدش رو بدم. اینجا که خیلی باحاله. آه من قرار نیست همخونه شین. همخونه باید همخونه اعتماد داشته باشه دیگه. من اینطوری هم بسه، من اینو درارم کلید مغازه است. بیا این کلید در کوچه است، اینم کلید بالاست. برو ببین چه خوشه. مرسی باید. زنگ میزنم پس. ببین به اینجا زنگ نزنی یا این سابکار شاکی میشه. موبایلمو داری؟ آره دیگه همون شماره است. بزن. سلام.
بله 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 بیا پایین. برای چی؟ بیا پایین، نامه داری. کجایید خانم؟ سه بارم از خاطر این نامه اومدم. من ساکنه اینجا نیستم. شما اگه اون بالا نبودید؟ اون بالا باشم، دلیل نمیشه که ساکنش باشم. سهر تکلو. من سهر نیستم. تو قوه قضایی هست و دیر میشه، میشناسیدش؟ بله. خب اینو بده بهش دیگه. بیا اینجا رو امضا کن. امضا دیگه بچه من که سر تکلم شما تحویل گرفتین، بعد امضا کنی. بعد اتبار در نهی خانم، اینجا رو امضا کن. حالا یه کار دیگه هم هست بهتون پیشنهاد میکنم، کار بعدی نیست، جدیدم برامون اومده. بعد بوش یه ذره ملایمه. شما این قهوه رو من که بوی ملایم خوشم نمیاد. خوشت بیاد. دقیقاً درست میگن، چون اصلا ما توصیه که به مشتریان میکنیم که ضربدری انتخاب کنن، واسه اینکه 10% نظر شما مهمه، 90% نظر خانم دیگه مهمه. همین خوبه. حالا شما این بار تجربه کنید چی میشه؟ همین خوبه. میتونه یه مشورت داشته باشیم. حتما حتما. میخوام چیکار کنیم؟ همین خوبه. چیشو خوشت نمیاد؟ چرا خوشم اومد؟ تا این نامه رو دادن گفتن که زود بهت برسونم فوری. مال قوه قضاییه. حالا این همه تون داری حالا یه خودتون چی هم سر درمیگیره؟ هیچی نی. این ماره انصار وراثت بابام یه 6 ماه پیش فوت کرده. آخه خدا بیام وزرتش. خب تو برو وزرتو بزن دیگه. نه بیا کلید بعد برو وزرتو بزن دیگه. آخه من هنو پول ندادم. رو بعدا ازت میگیرم، برو من مشتری دارم. باشه مرسی. بفهم درسته میخوره؟ اینه خودشه. مرسی. فکر کنم قبلا من روی ساختم. سلام. بخیر شما؟ خوبی؟ خوش اومدی. من بهرنگم، بونگایی، آشنای مراینا، دوست سحر. خوبی؟ خیلی خوش اومدی. بفرمایید. من اومدم اینجا ماهواره رو ردیف کنم، یه لحظه خوابم بود شرمنده. بفرمایید. خیلی خوش اومدی. این اتاق شماست. این وسیلاته؟ خودم برمی‌دارم. مرسی. آقا خواهش می‌کنم، ببخشید دیگه، من یه لحظه خوابم بود. بفرمایید. خیلی خوش اومدی. بفرمایید. وسیلاتو اینجا می‌ذارم تک دیوار، یه خود جابجا کن. مرسی. یه چای مریض بهت بدم، خستگی داره. شما بفرمایید اگه خودم بخوام درست میکنم. از این کله مورچه‌ای اساس خوشحالی سر راه دستیه. مرسی، نمیخوام. ببین اینجا آفتابگیرم هست. آها اینجا ببین، این جدا میشه مجزاست. این بیلبلکو میزنی؟ اینم اینجا. اینم میزنی اینجا. آب برنگ تو شکی برای کی؟ مال تو. بیا هم از چیز خوبیه. تمیزه؟ آره بابا، ملف خاصی از سحر بگی. نه خودم ملف دارم. آله. بسته میشه، خوف میشه، رزباش یه ذره ایراد داره، کلیسای سر محل هست، باید ردیفش میکنم. داشتم آنتن ردیف میکردم، یه ذره سیمیماش ولوه، اگه یه وقت دست و پا گیر بود جمع میکنم بزنم سر پشت شدم. این تراس مال شماست. آره دیدمش. خیلی خوب. اینجا قفلش یه ذره ایراد داره، برای ردیفش میکنم و این کلیسای سر محل هستش. یه میز بزرگم داریم اینجا، برای قشنگ میکشم پشت این دره، اینجا دیگه بسته میشه. از توش یه سویت سالم سلامت در میادش دیگه، کسی اینجا رفت و آمد نمیکنه. خیلی محله خوبیه اینجا. قصابی بقالی سر کوچه هست، نونوایی هم سر کوچه خیلیه. چهارراه بعد بعد چراغ سمت راست ترهواره، قشنگ مشخص اونجا بریم. کلن کوچه آرومیه توی منطقه، همسایه های خیلی خوبی هم داری، کوچه خیلی باحالیه، خیلی سیفه. آقا بهرنگی لامپه سوخته؟ بله. لامپه رو میگم، میگم سوخته؟ آره میرم سر کوچه برات میگیرم میارم عوضش میکنم، خیلی راحت.
بابا یخچالم که پر کرد. آخ خوشی مامانی درست کرده؟ آره مربا مامانو من درست کرده. دستش درد کنه. شکم خالی نخور معده درد میگیره. چیزی نداریم. ماکارونی گرفتم بفرمایید دو تا هم پول. عجله نبود. دیگه الانش هم دیر شده. واقعا برنگ؟ جانم. ببین نمیتونی فردا بری بدی هدیه‌تی؟ این چقده؟ دو تومن. شمردی ازش گرفتی؟ تو شمردی دیگه. من شمردم در خوب تو هم بهش میدم. حالا پول رو زمین برمی‌داری با بهش میدم. بابا. اون کمیسیون رو کی باید بگیرم؟ برو بابا خونه رو گرفتم دادم دیگه. آها ببین. ای رسته پولتو می‌خوای بهت میدم ها. نمیتونه این با من تعارف نکنی من اینجوری هم حالا میشنسی منو راتی این گوشیش کار نمی کنه آنه زنی آره میدونم همه چی هم میدونی ها آخ ولی یه چیز می نمیدونی اینجوری مادر این کفشه تا جلو در بردار خیلی زایی هست هنسو حالا هم چطوری؟ چی گرفتی؟ بسی زنی گرفتی؟ نه خیلی ببین تو این خونه همه چی هست فقط یکی میخواد که بگرده چند تا خواهر داری؟ من دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم ندا و نغمه بابا چی کار هست بیا؟ بابام تو بیمارستان کار میکنه دکتره؟ آشپز آن پس از اینجا بلدی ببین هرچی میخری ماکارونی ها را بنویس یه لیست کن قیمتش هم اسمم با دستار کنم نوشتم هم اوتوماتی ها بچه ها سحر پاشو ساعت 7 سحر بیدارم مرسی استخوان فرونتال هست در این قسمت جلو استخوان تمپورال و استخوان اکسیپیتال که در قسمت پشت سر واقع شده سلام بله 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 فقط کلاس چندومه؟ من همین بله امروز میام فقط که شما آدرستون رو لطف کنید خوب هستی؟ بفرمین تو در بیان تجربی معدل چند شد پارسا؟ 16 ریاضی چی؟ خرداد یا شهریور خب ببین برو برگه امتحانی ورقه نمیدونم هر چی که با تمرین کردی از پارسال تا امسال بیار واسه من چایی میخوری یا شربت دخترم؟ چایی اگه زحمتتون نیست چایی میارم چه ضمانتی هست شما درس میدین به این دختر قبول بشه من که ضمانت نمیکنم درسان بعد درسشو بخونه تلاششو بکنه نه من یه لیستی دارم طبق اون لیست ساعتایی که میایین ساعتی که میرین چه درسی میدین چی کار میکنید من طبق اون بهتون پول میدم مثلا خانم دیدین اومده بود با آقای شریف آقای شریفی ورزش کن پاتو حرکت بده دستتو حرکت بده یه نرمشی داشته باش تا بتونی راه بیفتی من قانونم اینه این باید امتحان بده نمره هاشو بیاره وقتی قبول شد من حق و تدریس شما رو بدم
خب درست خدایی نکرد نتونه بره مریض چه نتونه بره امتحان بده چه میدونم هزار تا اتفاق بیفته بعد من جلسه پولمو میگیرم. من نمیدونم، من تضمین میخوام. این اگر من تو آگهیم نگفتم تضمینی درس میدم. اگر خوب باشه من خواهرزادم هم هست یه پسر. من به پسر درس نمیدم خانم. مثال زدم من، ولی تضمین میخوام. تضمین من نمره یه که این دختر بیاره. اگر نمیخوای من یه فکر دیگه بکنم براش. شما یه فکر دیگه بکن چون من جلسه ای درس میدم جلسه ای. نه نه من اصلا اینجوری قبول نمیکنم. خب منم اینجوری نمیتونم کار کنم. سلام. سلام. بفرمایید. شما هستم. نه خواستم بفرمایید. هلو. فریز. بدین آوردی؟ آره این آره. راد نمیدادم آ. دست درد. سلام. 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 نازنین؟ بله. میخوای بخوابی؟ نه داشتم لباس عوض میکردم. خب بیا دیگه. من صبح زود باید برم دانشگاه، بعد میخوام درس بخوام، مزاحمتونم نمیشه. یه دیگه بعد بچه هم اومدن زشته بابا. یه برن یه خوکی بیا. چیزی اگه بونده باشه فرید یه تخمه بدونیم. بس بدونم چیزی سیاه بیاری یا بس تمیز بود. فرید پشت سر من نشینه، بلند شو جون فرید، بلند شو بابا. این برونکا نشسته پشت سر من، الان میگه میزنه تو سر. والله ولش کن، اینجوری تو رو تنگ کرده. فرید تو رو برام پشت من نشین، ولش کن برن. معلومه خسته یا شما شام خوردین؟ گرسنت نیست؟ نازنین خانم شما شام خوردین چیزی یا نه؟ ما جاتون خالی پیتزا داشتیم، چیزی می‌خوریم بپرم سر کوچه بگیرم. نه ممنون شام خوردم. تعارف می‌کنی من حسابم با بقیه فرق می‌کنه. تو می‌خوای بری بگیری؟ تو اگه 5 تومن تو جیبه بود من فردا شام همه رو می‌گیرم. نداری دیگه، ماشینش گره تعمیرگاه بود. من کارت بکشم بتونی صفرشو بشماری. پینوکیو رو گربه نره ترسونه. آقا اصلا نمی‌خواد بری بگی، نمی‌خواد زحمت بکشی، زنگ بزن بیارن. زنگ بزن. تو زنگ بزن تو نمی‌خوای بگیری. تو زنگ بزن. تو زنگ بزن من خطم روی طرفه شده. رنگ زنگ زنم شکم هر شب دارم من پول شما میدم. آذر اینجان گشنت من شینی آوردم. آره اسمی بس من اینا بچ شینی رخ به رخ من شینی زحمت نکش خودم میرم. کچل زیقی هیچ توی بابا زیر پیشوره پنجه. اینو اینجوری نگاه نکن، این ماشینش به خاطر 5000 تومن با تعمیرگاه گرون کن. حالا 20 تومن هم با دستی گرفته 3 ماه برو خوش. خیلی خوب بابا گوه خوردم. این خودم شینی انا ببرم از خان مرتضی. چی من ببرم از خان مرتضی؟ ولی جون دادش یاد بده کاریامون انداخته دو تا کام بگیریم از. آره ببر ببین فقط این پایینیا رو تحویل نگیری یا یارو خیلی عوضیه. سلام خان مرتضی، شبتون بخیر. خوبی؟ خیلی ممنون. من نازنینم، همخونه سحر، تازه اومدم. خوش اومدید. خیلی ممنون، مرسی. بفرمایید براتون شیرینی آوردم. دستگلتون درد نکن، چه زحمت کشیدید. قابل شما رو نداره. ساکت باش، گوش کن. خانم دانشجو، آقای دانشجو، به خدا دانشگاه فقط درس خوندن نیست، تو باید کشورتو متحول کنی. آقای دکتر مهاتیر محمد ظرف 20 سال مالزی رو دگرگون کرد، پزشک اطفال بود. تو فقط نیومدی درس بخونی که مردم و مریضا رو معالجه کنی، تو باید کشورتو معالجه کنی. خانمی پول پیدا نکردی؟
یه کیسه سیاهه، پولم گم شده. سلام علیکم. سلام. خیلی خوش آمدید. سلام. خوب هستین؟ سلام. بفرمین. سلام. بفرمین. خواهش می‌کنم. مرسی ممنون. بفرمین. خواهش. خب دانش آموز کدومشونه؟ دانش آموزام والا ایشون هستن، ایشون هستن، ایشون هستن، ایشون هم هستن. همتون دوم دبیرستانی؟ خواهش می‌کنم صندلی بیارید. من سوم دبیرستان. منم اول. آخه تلفنی صحبت که من فقط فکر کنم یه دانش آموزه بعد الان پایه‌هاشون با هم فرق می‌کنه. اینطوری نمیشه بهشون درس داد. بفرمایید بفرمایید. والا ما با همصداهامون مشورت کردیم، با هم بفرمایید می‌بخشید. با همصداهامون مشورت کردیم که یه معلم بیاد که همه‌ش درس بده. اینجوری تو برای نمی‌ریم صد درس بده. آقا چند دقیقه راحت می‌شین. من نمی‌ریم خاطر معلم می‌کسه. می‌بخشید والا. خواهش می‌کنم. نیم ساعت میتونم برای کدومشون درس بدم دیگه. مشکل نه. معذرت میخوام، شما کجا درس میدین؟ من دانشجو پزشکی هستم. احسن دکترم، بارکالله. شربت چایی چی میل داریم واسه میان؟ میگه شربت باشه ممنون میشم. خواهش میکنم. زهره! بچه بیم بشین این کتاباتون رو بیار. یه شربت بیار بله خانم معلم. امروسه. بله. یه شربت بیار بله خانم معلم. آقا پسر لطفا جدی باشه، میخوام درس بدم. جدی باشیم. این خانم معلم چی میگه؟ شما رشتتون چیه؟ تجربه. بعد مشکل تو کدوم درسه؟ فیزیک و آزمایشگاه. شما؟ منم ریاضی، مشکل من زبانه. شما؟ ریاضی اول. آقا پسر شما چی؟ من مشکل ندارم. چرا مشکل نداری؟ شما نگران نباش، حالا من بهش درس میدم. بیا جلو کتاب درم بیار. شما بفرمایید. بفرمایید. با فیزیک تا کجا خوندی؟ حرکت شناسی فصل 2. پارسال فیزیک چند شدی؟ 11. محبت کردیم، من دوست کردیم، زحمت کشیدیم، خانم خلاص رو محبت کنیم، تشکر. خیلی ممنونم. ان شاءالله تلافیش در میارم بعدها. خواهش میکنم. اینکه 40 تومنه. حالا شما این محبت رو من کردین. اصلا که ساعت 30:35 تومن، من ساعتی به شما 25 تومن گفتم. شام 4 نفر بودن. من سعی میکنم ان شاءالله با همسایه دیگه صحبت کنم. اون نیم ساعتی هم که گفتم بیشتر کار کردم، واسه 40 دقیقه کار کردم. میدونم شما هم به هر حال این محبت رو من بکنید که دفعه دیگه من ان شاءالله تلاش حتما در میارم. من معذرت میخوام، این پلهایی که ما میریم بالا من این زانوم درد میکنه. من دانش تمه کردم، شما به متخصصش بگین. خداحافظ شما. خواهش میکنم. خانم محبت کنیم و امروز شاگرد خصوصی داشتم، رفتم درس دادم. یکی از کتاب مهمی که دانشگاه گفته بودم گرفتم. ندا به مامان بگو دو میلیون رو پس میدن. چی؟ آره پولو میفرستم که قرضشون رو پس بدن دیگه. ماما اینا نیستن خونه؟ ای بابا چی؟ بیا دیگه. من دوباره زنگ میزنم فعلا. خدا کجای بچه نمیاد؟ چند دقیقه بودم پیشتون دیگه، بعد چند تا کتاب که تمام رو نگاه کنم، فردا هم صبح زود بیدار شم. این مسخره بازی در میاری دیگه. حالا بیا یه ساعت بشین بعدم برو درس بخون. مسخره بازی چی؟ خب من درسم. تو گلندش تلفن حرف میزدی. امروز صبح کم برام شما اجازه بگیرن. آقا جان زشته، تو یادم نه وقتی مهمون میاد بیا پیشش بشینی. چرا؟ ولی مهمونن که هر شب اینا اینجا ولان مینا مهمون هستن. تو رفتی نداشن شب بیان اینجا. اینجا کاروان سر همشون کلید دار مهمون حساب نمیشن. تو رفتی نداریم. بیا بریم. بچه‌ها پلیس هستی. وای نکنا. خفشو بدین. من ازت معذرت میخوام، یه سوء تفاهمی کردم پیش اومده دیگه، من از شما عذرخواهی میکنم. چه غلطی کردی؟ ما میریم اصلا. نه من با شما میرم. برای رفتی باش که من نمیگردی اینجا ها. فهمیدی چی گفتم؟ سر ببخش مزاحمتون شدم. خوب کردی زنگ زدی عزیزم. تو هم مثل مونا دخترم میمونی. رسید پولتو داری؟
نه قرار بود بده بعد ندادی منم روم نشد بهش بگم. اشکال نداره. تا جایی که من بهرنگو میشستم بچه خوبیه. فردا بهش زنگ میزنم میگم بره پولتو بگیره. اشکال نداره درست میشه. آماده اینا زنیم بریم؟ آره ولی من مقنعه ندم چجوری بیام دانشگاه؟ من دارم بهت میدم. ببخشی من دارم میرم، میخوای شمارم تو جایی برسونم؟ کدوم بری میری؟ میرم بیمارستان، زنگ دادم بعد فوری خودم برسونم. منصور مگه قرار نبود بره؟ منصور تا 3 صبح بیدار بود، داشت فوتبال آرسنال میدید، هر چیز داشت کردم پا نشد. خودم میرم، مهمی. خیلی خب برو دیرت نشه، ما با مترو میرم زودترم برسیم. باشه من بعد به مادرت برسم. بیا مونا جون مال تو، نازنین خانم مال شما. خدافظ بابا. ببخشید نمیدونم چرا این کار کرد. تصویری که روی اسلاید مشاهده می‌کنید به ما این تغییرات و حوادث رو در داخل و خارج بدن نشون میده که به مجموع این حوادث و تغییرات محرک گفته میشه. در نهایت پاسخ یا عملکرد حرکتی رو داریم که از طریق نوروترانسمیترها پیام‌ها به غدد و سایر عضلات بدن انتقال پیدا می‌کنه. چیزی خواستی نیستی؟ عطیه امشب میتونم بیام خوابگاه؟ من تو خودت خونه نگرفتی؟ چرا ولی زیاد رد نیست، احتمالا جامو عوض کنم. باشه بیا اگه برای امشب میخوای بیا بیا، ولی بچه ها قرم زنن دیگه. نه دست در نکن، مرسی. الان باش صحبت کردم، میگه تو کلیدو بده، وسایلتو جمع کن، پولتو بهت میده. باش. ببخشید تو رو خدا. خیلی. شرمندگیش واسه مامو. من معذرت میخوام. هله. بفهم. حالا اون چیزی نشده علکی بندش کردی یا؟ با تو اما؟ آره هیچی نشده، هم منو فوش دادی هم منو زدی، باز بگو هیچی نشده. خب یه دفعه ای شد دیگه، وشتو هم خب هرچی دلت خواست به من گفت. اصلا من رو تو سر نمیتونم هم زندگی کنم، اینه چیه؟ من دهاتی هم. اگه حسین ناراحتی خب ببخشید من اشتباه کردم، اصلا من هم دهاتی هم. خوبه نمیشه دیگه سر من تو نمیتونم هم زندگی کنم. آره یه دقیقه ولش کنم و سری تو پاشو که اینجا حرف بزنم. من صحبتی با تو ندارم دیگه. آره یه دقیقه پاشو بیا اینجا نازن. تو میخوای بیا، تو میخوای حرف بزنی، تو بیا اینجا. بیا. بله. سر گریه نکن. بخش تقصیر منم بود. خدا به خاطر پولت نیست تا اینجاست. پولت همش آماده است، بردار ببر. فقط تو رو خدا نرو. میخوام اینجا زندگی کنم. پولا رو نمیخوام. میمونم تو گره نکن. داری میری دانشگاه؟ نه شاگردم، دمیرم اونجا. من برم مغازه، آقا حمیده رو کشتم الان قاطی میکنه. دیرم شده. به شب میه شام بریم بیرون؟ بریم ولی مهمونه من. حالا کجا بریم؟ بریم دربند. نازنین؟ بله.
بیا سرت کن. خوشت میمد ازش. مرسی دست. وایسا. اینا میخوام بهت بدم. کادو امروز خیلی مهربون شده. خوشت درد نکنه. رنگش خوبه. انشالله میاد. علیکم. امشب بزن انشالله ریق واسه نیای. ای؟ سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام معلم، از زنگ زده بودین. بله، چرا از این در اومدی؟ گفته بودی پلاک 1 و 24 دیگه. نه خیلی، این 1 اون 24. بفهمم. محسا جون اونجا راحت پیدا کردی؟ من که ببر بالا، نبری تو هیجان نیستم. برو دیگه. فیلم شما رو کوریر می‌فایده. این چه خبره؟ جریان چیه؟ مامان امکی اومده. نه کلاً چه خبره؟ اصلا کی به من زنگ زد؟ من دیگه زنگ زدم. دیروز تو بودی بچه‌ها. آره من میگم سلام. سلام. مامان دوستم مهسا اومده بهم درس یاد بده. ازش دیدم تو خوشبختم. زیارتتون خیلی خوش اومدید. مرسی. ان شاءالله قسمت شما بشه. مرسی. با خانواده تشریف میوردیم با. دیگه ان شاءالله دفعه بعد مزاحمتون میشم. خواهش می‌کنم اختیار دارین. از سهمیه گوش بهشون بدین. مرسی. شربت چای چی میل دارین؟ هیچی ممنون. تعارف نکنید. نه خیلی ممنون. پس من مزاحم درس مشقتون نمیشم. با اجازهت. گوسفند دومی هست و بیا. آخه بیچارمون دیدمش دمه در قهوه یه. این چرا به من میگی مهسا مهسا؟ به این من جلو معلم نگفتم دوستم مهسا میخواد بیان درس یاد بده. نگفتم معلم سرخونه که. بابا خیلی میخوام منو شوهر بدن. خواستگار بده بخوام منو شوهر بدن. من نمیخوام شوهر کنم. خودم دانشگاه. درسم ولی خب خوب نیست دیگه. ریاضیم خوبه ولی زیستم نه و شیمی مشکل داره. زیست رو که حفظ کردن به خودت بخون، چرا نمیخونی؟ تو مخم نمیره هر کار میکنم. مسئله پولش هم هست دیگه. مگه بتونم قسطی بار حساب کنم خیلی خوب میشه. من خودم کره خونه میدم. باشه، نه برای این جلسه کر نریز. برای این جلسه نقدی نصفش حساب میکنم باهات. باشه، برو کتاباتو بیار. مرسی. الو سلام، خوبی مانا؟ چطوری؟ مرسی. مامانت بهتره؟ منم خوبم. با سحر صحبت کردم شب دیگه، آشتی کردم شب میرم خونه. شام هم دعوتم کرده. آره شام هم دعوتم کرده. نمیدونم دیگه، حالا الان من قرار بزنی میزنمش آدرس رو. ببین مانا جو مترو اومدی، من برم قربت برم. سلام. سلام، حال شما؟ بفرم. خوبی؟ خیلی خوش اومدی. نازنینش اینجا. بفرم. خوبی، شما خوش اومدی. یه تغییری هم کرده. خشن چی دیگه؟ بابته. هپی نیو فیس. ببخشید ما امشب ساخارک بازی در آوردیم دیگه. بابا خوب کاری کردی. من خودم میدونم. اون ماشین فریده، ها؟ آوا ماشین فرید نی. هم واجزتون شما سفارش بدن. علی جون داداش، یه 10 تا جگر، 10 تا دل، 10 تا خوشگوش، 10 تا برنگ امینم یه دا. خب 15 تا بغل قلبه واسه ما بذار. بغل قلبه چیه؟ نخوردی؟ یه چیز چرب مریضیه، مورچه روش بوکس باد میکنه. اینو حمیده واسه چیز آبرو کری میگی؟ بابا اعصاب 10 بار زنگ زدیم، یه زنگ بزن خونه‌مون بگو قرار جنس بیارن که بپیشه بیاد اینجا. عجب ارسن لوفنی. آ شده نیاد. اون نیاد، اون با عطر فیکش الان تا اینجا پیچیده. تا کجا میدونی؟ من کجا میدونم؟ بفرما خونه‌اشش. بچه تو زایی نکن، چه بخواهی شما بدا امید آقا سلام به همه. سلام شما خوبه؟ برنگ که میشنسینم منصور رفیقه رو خیلی خوش اومدید. نازایی هم خونه من رو امید آقا بفرمایید اینجا باشیم. دست شما درد نکن. خیلی مخلصید. خوش اومدید امید جون. خوبی؟ خوبی؟ چطوری؟ چکرین. ببخشید شما خوب هستین؟ خانم خدا پدر مادر شما رو بیامرزه. از موقعی که شما اومدین سر خانم همیشه صبح به موقع میاد سر کار. بابا همین آقا من که هر روز از کله سر اونجا بودم. بیا تلفنش هم قطع نمیشه. ببخش. الو. اصلا همین آقای گلمون که میبینین نمایندگی اورجینال ترین عطری فیک ایران دستشه. فیک چیه بابا؟ خودم اینو از دبی میارم. چرت و پرت. اینو اینجوری نگاه نکن حمید آقا، آخر پلشت ست میزنه 37500 پیرنش معلومه آخر فیک. آره. خودش میدونه رو جیگر سماق میزنه میخوره.
شما تو کار بازاری نه؟ حقیقتش من نه بابا این اردک و تاکسی درمی میکنه برمی داری بره موتور خوب اسات میکنه یه دقیقه دندون به فضله بگی دارم حرف میزنم آقا میخوایم شام بخوریم آقا نه من حقیقتش اگه بشه با همین بیارن که به ایت جنرسته شاید سوپی بزنیم دیگه سوپی هم میخوایم بزنیم سوپ سوپی هم که میخوایم بزنیم باید جاش مشخص باشه یه جای خوب باشه میدونیم پاخور داشته باشه همین جون به این بعد میگم بگو بعد میگی بهش میگم تو شیش ما بلندشو بیادم به اونگا میذارم تو لاین فروش تمام مارپله کارم بهت یاد میدم تو نقشه زیر پونست تو یه آلونک هم که برداری گلو زدی میدونی چرا این مسکن مهریاس قسط باید بدی وقتی قسط میدی انگیزه داری بابا تو خودت کلا آریه یعنی قسط ماشینتو نده اون وقت میخواد واسه من تنگ تکلیف کنه خونه بگیره و داستان قسط دارم انگیزه دارم بعد میگم امید جون تو بهش بگو قسطم خوبه نوشابه چی میخوری؟ نوشابه دوغ شما؟ مشکی رژیمی زیرو تو چی؟ من مشهر و صوبه مشهی با جیگر فکر نمی کنم بسازا چون که سرده واقعا؟ آره با صوبه گفتم دیگه که گرم آه از اون لحاظ گرم آره واه از اون بقیه هم بزن میخوام چرا نمیخوری؟ بری من خیلی حالم خوب چرا؟ چیز نیست به منم دست شوی نازنین خانم سهر هرچی هم تو فکر دهید یاد اولین نفر رو خودش بکنم زن وقتی یه عطر داده بود خوب بنزین سوپر میده امشب هم ندارم چه عطر رو خودش داده بود خوب میده ببخشید گوشی نزدیک تو کیف منه بهم دادن تا این چیه نوشتی رو شیشه عقب؟ این یه جمله عربیه یعنی چی؟ یعنی ببخشید پشتم به شماست پاکش کن چشم آقا خواستیم ادب هرچی ببخشید رنگت پریده نازنین حالا اصلا خوب نیست کفشا داده سر بایستا خود داره خون میاد ببین تو فقط برو از دوزم حلوله بس بزنم بیا سر زنگ بزنم آقا بهرنگ برگرده نه چیزی نیست خودم میدن چمه کیست دارم نمیزنم اوژانس ها نماده دوستم با تو صحبت کرده بودم ببینیم فکر نمی کنم از کیس باشه اینطوری هم نمیتونم تشخیص بدم دارم میرم بیمارستان بیار ببینم کدوم بیمارستان شما؟ بیمارستان آرش تا سچه اونجا امروز کامل هستم ولی زودتر بیارش چشم مرسی همه کتابایی که گفتن گرفتی؟ نه بابا فقط گایتون گرفتم خیلی کتابا گرونه کی گرفتی اینو؟ پریشب بیا مانا دست درد نکن خواهش میکنم عزیزم تو با این تجمعات موافقی؟ نمیخوام اجازه حرف بزنم ببخشید الو سلام از دوستانم برای وقت گرفتم بریم دکتر
آره بیمارستان آرش. میتونی زود بیای خونه؟ خانم ببخشید. بله. سحر تکردو اینجا زندگی میکنه؟ بفرمایید. من حکم ورود به منزل دارم. بفرمایید. چیزی شده خانم؟ در کاری کرده؟ کی برمیگرده؟ نمیدونم. الان کجاست؟ الان نمیدونم. شبم معلوم نیست ساعت چند میاد خونه. این اتاق کیه؟ اونجا اتاق منه. اونجا حاله. هم خونته؟ اونجا اتاق سحره. چرا سمایی زنگ نزنه به دوستش خبرش کنه؟ اینا با هم انا؟ گوشی تو بده من. یالا گوشی تو بده. تلفن ثابتتون کجاست؟ نده. من دیدم هم مغازه اومد بیرون ها. کجا؟ تو خونه هست دیگه. شما بفهمین بیرون. برو بیرون. با کفش اومده خونه مردم. برو بیرون پایین پلا منتظر باش. بله. باشه آقا. شما بفرمایید پایین. من کار خودم رو بلدم. شما بفرمایید. این چیه؟ این شاگرد خصوصی منو بهش درس میده. قطعش کن. ساعتی کلاس هماهنگ. باشه قطعش کن. خب گفتی این دوستت معمولا کی میاد خونه؟ نمیدونم. شبا. چه ساعت؟ هلوشون نو. شما شاکی خصوصی داری خانم؟ بابا پوره بابا شاکی خصوصی شاکی خصوصی من خوش به جلب دارم بیا 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 فقط یه دقیقه باشه تو. فقط من یه دقیقه میرم بالا. یه زنگ میزنم. یه چیزی از برم نمیگم. به خدا فقط یه دقیقه. نمیشه تو رو خدا. تو رو خدا مریض. خانم کلانتری که جای دارو نیست که. بفرمایید همسایه مدرسه تو شاکی. اینا دست تو دست من شاکی. تو دست. میخوای بهم بگی چی برای؟ بفرمایید. کجا میبرینش خانم؟ شما فرض یه داسرای محل. گوشمو نمیدی؟ چی گفتی به پلیسا؟ ما چیزی نگفتم. شاکی خصوصی داره. الو. سلام آقا بهرنگ. سحر رو پلیسا گرفت. نمیدونم. هر کاری کردم نتونستم جلوشونو بگیرم. چرا داد سر من؟ من نمیدونم چی کار کنی. باز اگه به شما بگم میشه یک کاری به تون بکنم. سرم نیست. بله. سلام. سلام. بچه ها هستن؟ نه بچه ها اینجا نیستن. سحر چی؟ سحرم نیست. هر چیز هم میزنم کوشش خاموشه. نمیدونی کجاست؟ نمیدونم کجاست. نمیدونم کی میاد. میتونم بیام تو؟ بخش اول کلیدو بدیم به من. آخه اینو سحر بهم داده. باشه بدیم به من. من اینجا زندگی میکنم. بفهم. مرسی. دیشب تو رستوران دیدمتون ولی روم نشد بیام تو. خب میتونم بیام تو یکم با هم صحبت کنیم؟ گفتم کسی اینجا نیست. بفرمایید. ببخش شما زحمت کشید. خواهش میکنم. بفرم. با اجازه. تنها اومدی؟ آره تنها. بیا بیا بریم بالا. گفت هیچکی نیومده؟ نه.
دانشگاه نرفتی؟ نه تو بهتری؟ نه بابا نخون ازم رفت چون ایدی؟ را برم چهاره شدم انقدر اصلا نکشی که درد داره میشه فرید آمدم خونه ولی چی بشنم گفتی؟ کاری کردی بشنم گفتی اصلا بشی نگو به برنگ گفتی؟ آره میدونم چی شو؟ نمیدونم خواهد چی کار کنم خواهد میشه هم بشینم؟ باشو بیا پسر بفهمشون نراحت باش سر قضیه چیه؟ چی کار کردی؟ اینا من این قضیه رفتن هم بهت گفته بودم که بخواستم من اون وقت یه یاروی بود ازش پول گرفتم بهش چک دادم بعد چی کار یه رفته گذاشته اجرا حالا دیگه نمیگردم به ساره که باشه به رنگ داده رو زنگیره بله یه تو آقا جون سلام سر چی شد؟ آبروم رفت چقدر بهت گفتم نکن با آدم که مشورت نمی کنی مهرنگ برو ببین یارو اومده باش صحبت کنی کی اومده من کسی نمی شناسم که صد دفعه ازت پرسیدم داستان چی این صد دفعه ما رو پیچوندی خب حالا برو ببین می فهمی کیه دیگه برو کجا باید برم کیه کجاست اینجاست ببین پروندم همین اتاق بغلیه ها به خود من تالا اینجور جا نایمدم و خود تو ناراحت نکن میدونم اشکال ندارستم ممکن با سر یکسی پیش بیارم بعد من پول تو حسابم دارم من فقط 15 تومن دادم به اینه که قرار بود من ببرم و بقیهش تو حسابم برم بیرون به این یارو میدم حالا با هم کمک میکنیم حل میشه دیگه تو ناراحت نکن فقط بیام بیرون سرم بخوره نمیخوام برم خارج من تو بیام بیرون تو زندان نمیدونم یارو اومده بالا سر پرونده همونه این آقای دیشب هم اومده بابا این نیست که این واسه اون یارو کار میکنه برای این سند من چیزی آوردی اگه لازم شد سند چی؟ من چیزی همراهم نیست ببین برو تو اتاق من همون دور و رو بگرد یه پرینت حساب من دارم اونو بردا بیا کی؟ الان دیگه کلید که داری با من دیشب ماشینم پلیس خوابونده الان باید برم دنبال کارهای ترخیصش پنج صبح داشتم میامدم به جام آلودگی صوتی خوابونده اصلا حساب ندارم یه چیز ازت خواستم و... خب ماشینم رو خوابوندن دست منه من میرم سر بگو کجاست بگو کجاست من میرم تو من دانشگاه تو چی کار داری من نمیرم تو بگو اون کجاست ببین برو تو اتاق من یه چمدون هست تو چمدون هست یه پوچه شیشه ای تو پوچه شیشه ای پرچون صدا میزنه واسه من علمی پوچ تو پوچه شیشه ای پرینت حسابی من بری پیش حمید آقای مغازه بهش میگی که این داره بده میشه یارو من پول دارم بهش حسابی اومدم یه وایسا تو اصلا پول دارم اومدم بهش بلند شو تو خیال راحت باش چطوری؟ کجا میری؟ من دارم میرم خونه پرینتای سر بردارم برم دنبال کاراش. ببینیم من میرسونم. تو گفتی ماشینم رو خوابوندن آلودگی صوتی اینا چی بود پس؟ من اینجوری به اون گفتم ناراحت نشم من بچه‌ها قرار فیلم دیدن دارم میبریم میبریم میرسونم. خیلی خوب. ناکو خوبی هم به ما نیومده. سلام حمید آقا. سلام حالتون خوبه؟ مرسی من. بفهم. نازنینم هم خونه سحر. حالت خوبه؟ تغییر کردی؟ مرسی خبر دارین چی شده؟ آره میدونین؟ سحر رو؟ بله طلبکارش هفته صبح استرس داد بهم گفت خدا پدر مادرش رو بیامرزه که مأمور نیاورد جلو مغازه بله من ملاحظه ما رو کرد دیگه من پرینتش رو آوردم پرینت حسابای سحر رو بهتون نشون گفت به شما نشون بدم من پرینتاشو ببینید این پرینتشه نگاه کن این پرینت رو سحر گفت من میشم پول تو حسابش هست چای میخوری؟ نه مرسی ممنون اینو ببینین همین دقیقه نگاه کن سر گفت من به شما نشون بدم چک دارم میام اینجا میشینم اصلا تو مغازه رو نمیتونم نگاه کنم همین دقیقه شما اینو نگاه کن ما خواهی امروز رفتم دادسر دیدم سحر رو و گفته که تو این پول هست شما اگه بریم ما طلبکار صحبت کنیم کردم این مال سفارته مردم پول میخوان پول باید به مردم بده من صحبت کردم گفتی که من سر شدم نمیرم بعد گفت من میام بیرون پول مردم رو میدم ما میتونیم کمک با این حساب یه دو سه روز دیگه روز مادر اینجا قلقله میشه الان نگاه نکن اینجا انقدر خلوته اینقدر سرمون شلو میشه حالا... دیدم من اینو دیدم اینو دیگه حالا شاید بنار گفت دیگه نمیخوام مغازه منو صدا الو سلام مردم نمیان باشی باشی چشم خدا حافظ سحر الان وقت زندان بود آخر تو نمیتونی بیا اینجا به شما واسطی؟ نه همین دقیقا ببخش من کلاسم درسام سنگین اصلا نمیرسم بیا اینجا کم کم کار اصلا بهت یاد میدم یه 2300 تومن مایی بهت میدم 2300 تومن اجاره خونت دیگه نه نمیتونم بیا من یه آدم زرنگی مثل تو میخوام مطمئن باشه اینجا باشه یه وقتی بردست من باشه من کار بیرون دارم مشتری اومده اینجا دیروز
اومده مداد چنده 10000 تومانه. آقا میشه من اینو امتحان کنم حواسم جای دیگه است، برداشت قشنگ کجا؟ آسین نیست رفت. روش یه روش چنده؟ روش دیروز اومده من روش چرا این چرا گاز زدن چیه؟ میگم روش آقا این روش رو میتونم به لبم بزنم؟ نه به لبتون نمیتونم بزنم، من حواسم اونجاست برم در روش گاز میزنم. یا اوشه که میره بیرون تو جای روش میذاره استفاده میکنه. همین دقیقا من که گفتم نمیتونم الان، هم شما کار من نیست برای شما فروشنده بیاری، چون من دانشجو منم درس بخونم نه دنبال این چیزا. خب همین دقیقا اگه شما نمیتونین کمک کنین آدرس اون آقا رو بدین من خودم رفت صحبت کنم شاید بتونم کاری بکنم. آدرس کی زارایی بدم به تو؟ تو میخوای بری با اونا در بیافتی؟ تو نمیتونی که، یه دختر تنها. سلام. آقای زارعی هستش؟ قیافتون چقدر آشناست، کجا شما رو دیدم؟ با پلیس آمده بودیدم خونم. آها آقای زارعی نیستن، تو طبقاتن. بفهمید داخل مغازه الان میان. نه مرسی عجله دارم. عجله دارید تو طبقاتن. چیه زخصی ایمار شد میزن؟ آقای بهمن زاره. بفرمایید. سلام علیکم. سلام، من دوست سر تکلم. خب بگو. خواستم اندام مشکش با تو صحبت کنم. آقای زاره نگاه کن، این پرینت حسابای سحره، گفته پول دارم تو حساب، اگه بیام بیرون پول شما رو میده. این مقاسم آزادش کنیم که نمیداختیمش زندان. من به شما قول میدم آقای زاره بزرگواری کنید، حالا انسانیت کنید، یه جورای قضیه انسانیت کردم میگه. کلی پول بهش دادن، یه چهار تا کاغذ گرفته، اومده گفته که بابام مرده پول بده، اومده گفته پول پیش ما، اومده گفته میخوام گوشی بخرم، رو حساب بچه ما همینجوری راه برام اومده از ما پول گرفته. احضاریه دادیم، یه توکبار نیومده دادم به مغازه ببینیم چه خبره. پدرش در میادم ولش نمیکنم که. آقای زاره سحر مریضه، پول مهمتر یا جون آدما؟ چه ربطی به من داره؟ یعنی چی؟ یعنی چی داره دیگه؟ میخوای منو بترسونی؟ برای چی حرف رو میزنی؟ خب شما زمین بیمارستان آرش، اگه من دروغ میگم از دکتر سیم چی بپرسین؟ استاد من دانشجویی؟ دانشجو چی؟ پزشکی. ببین ما پولمونو میخوام، یکی باید پیدا کنیم بیاد ضمانت شو بکنه، چکی سفته چیزی بده. اگه سند داریم که دیگه خانم دکتر اصلا احتیاج به این چیزه، خودتون برید درش بیارید. ما گردن مامون نازک‌تره، غیر از پولمونم هیچ چی دیگه نمیخوایم. بس سلام نمیخوام. زحمت کشیده. خب معلومه یکی باید سند بذاره دیگه، یکی سند بذاره بیاد بیرون. حالا اون موقع اگه آدم شده باشه بدهیاشو باید بپردازه. همین دیگه، شما نمیتونی سند بذارین بیارینش بیرون؟ سند بذارم؟ سند اینجا که گروه، سند خونم که بدم اونجا. زنم چی میگه؟ فکر میکنم ما با هم سنمی داشتیم. خب چک، با چکم قبول میکنم مثلا، که میشه چکم بده. چک؟ من چک به آقام نمیدم. اگه اسکنم؟ نه همین دیگه، من قصد تو این نداشتم. آخه ما دوستای سحریم، مگه ما دوستاش نیستیم؟ دوستای سحر چیه؟ کارگر من بوده اینجا کار میکرده، الانم که رفته دیگه. اون میخواد بره خارج، من با تو اونشو بدم؟ یعنی همونجا بمونه؟ تو بمونه دیگه، مگه چه خبره؟ خبری نیست که. بیا بیرون، مگه چند منه؟ من بیرونم الان چیکار میکنم؟ خب سحر نمیتونه زیاد تو زندان بمونه. مشکل جسمی داره، من الان نمیتونم برای شما توضیح بدم. جسمی یعنی چی؟ چه مشکلی داره؟ خب من نمیتونم برای شما توضیح بدم اینو. من گفتم چیکار میکنی؟ چیو چیکار کنی؟ میای اینجا کار کنی یا نه؟ همین دقیقه، شما فکر مشکل خودتونی، من میگم سحر رو بیاریم بیرون. تو به فکر منم باش دیگه. من الان سه روز بازار نرفتم، نرفتم جنس بیارم. سلام خانم، بفرمایید. تو خودت دو روز نمی اینجا واسی کمک من، بعد میگی دوستی. مغز ما رو خوردن اقا فکر میزنم. فکر کردین آقا بهره؟ ای من تو گیم نمیرم. دختره میخواد پاشه بره خارج، من با تو اونشو پس بدم؟ تا
تو خودت میبینی واسه یه قرون دوزار دارم چقدر فک میزنم. 32 سالم هشتم گرون رو همه. خب سر کسی رو داره. من چه میدونم کسی داره یا نداره. یه روز بلند شدیم بعد اینجا گفتم خونه میخوایم واسهش پیدا کردیم از فرداش آویزون ما شد. من اصلا دنبال دختره داستاندار نیستم. از منم به تو نصیحت نرو تو گیم. گوش می چی میگم؟ اینجوری حسابت با بقیه فرق داره؟ حساب چیه؟ تو چی یادته؟ دارم تو این الان همدیگه رو میخورم بابا. سرجون بهتری؟ الو رنگ رو عوض شد. مرسی. یا الله سلام علیکم. آره همه چی خوبه. تو برادر کسی نده من برام باهاش صحبت کنم. اینجا حرف بزن تا زندگیت بیاد. هشتگ. کسی که برام باهاش صحبت کنم بتونه کمکت کنه. اونایی که بهشون پول دادی چی برام با اونا حرف بزن. الو. تو ناراحت نباش. خوبی؟ سلامتی؟ نه من میدونم درست میشه. حتما درست بود. نادر رو میگم بیاد اونجا خودش. آره آره نه بابا باشه تو بگو من میگم ترتیبشو میدم. باشه باشه بابا. سلام آقا. یه دقیق گوشی یه دقیق گوشی. سلام آقا. سخصار آقا چند گرفتی این رو؟ 30 تومن شده. 30 تومن؟ آه. پول علف خرسی چکار داره میگم؟ همه زنی میزن. باشه تو برو پس. باشه یه بالا. بله. اگه نمیخوای سفتار امضا کنی سوار شو. آقا ببخشید خیابان منوچهری کجاست؟ همینجا برو اونجا اون برای خیابون نبیستم چه برو اون تاکسی اونجا بکن. خیلی متشکرم. بیا اونجا رو نگاه کن. همون سفت است که بهت گفتم. یعنی اگه دوستت از زندان اومد بیرون پول منو نده من تو رو میزنم زندان. حالا یه امضا خوشگل بنداز پاشو. وقتی شما امضا کنی سر آزاد بشه بعدم من امضا رو امضا میکنم. بگی میگفتی من سفته نمیدونم چیه. ماشاءالله خوب بلدی. معنی رفاقت هم فهمیدیم. حالا دارم براشون. میدونم چیکار کنم. وقتی حرف پارتی و مهمون بازی اینا همشون هستن. بیان بخورن بریزن برن. کافیه به این مشکلی بر بخوری من از کدوم قبل میرم. ایب نداره سر دیگه. تو اینجور موقع هرکی باز خوش یه دلیلی داره. این نمیشه هم توقع داشت. من تو بهم رفاقتی نداشتیم دیگه. ولی تو همه کار برای من کردی. تو رفیق واقعی بودی. به رنگو که دارم براش. نمیشه کنم. همون دیگه اینم ادعا که من هستم و برو من هوا تو دارم اینه چی شد؟ یه کات باشه اومدین سر خانم کلی جاتون خالی بود خونه. ببین نزن یه دوشه مغزی در هره عوض کنیم یه آویزونه دوباره نیان. انقدر هم کثیف هم که دارم بالا میارم سر غذا چی درست کنیم؟ موضوع بعد برم دانشگاه. بلیش کنم چیزی درست نکنم میبینی یه چیز میخوای. کلاسات هنو میری؟ نه با کلاس خصوصی پولی در نمیاد دوباره آگهی بدم. درجه اینو برای زیاد کنه الان گرم میشه. بچه رو درد نکنه. سهر به حسام زنگ بزنم برم بیمارستان امروز. برای چه میخوایم بری؟ چی؟ نه بلش کن ببین بزن من امروز برم این سفته رو بگیرم خیالم راحت شه. آقا گفت مریضی تو جدی بگیر جدی آخه. دایی میدونی قضیه من چیه؟ سر نشنیدم چی گفتی؟ من کجا میدونی مشکل من چیه؟ تو مگه نگفتی کیسته؟ نه بابا کیست چیه؟
اون شب یادت از رستوران برمیگشتی من خونریزی داشتم؟ من همون شب بچه سقط کردم. من بهت نگفتم واسه اینکه نترس. من از زارعی خورد خورد پول گرفته بودم، بعد بدهیم سنگین شد نتونستم پولشو پس بدم، بعد مجبور شدم باش دوست شم. چند وقت بعدش هم ازش حامله شدم، اونم گردن نگرفت، من رفتم جلو مغازش فوشو کشیدم بهش، بعدش هم باش قطع رابطه کردم. من رفت ازم شکایت کرد، انداختم زندان. ببین راستشو بخوای من الان اونقدی پول ندارم هر سه تا سفته تو پس بگیرم. حالا بریم از این یارو هدایتی بود میخواست منو ببره اونور، پولم پس بگیرم یکی از سفته‌هاتو میگیرم. نه من میترسم. نه ترسی ها، ببین من کار میکنم همه سفته‌هاتو پس میگیرم. اصلا بیا با هم بریم اونجا که خیالت هم راحت باشه. سلام، حال شما خوب؟ آقای هدایتی هستم. من بفهم. سلام، خوش آمدید. بفرمایید. چه عجب خانم، موهاتون آتیش زدن؟ راستش آقا از این فقراست میل میکنید؟ نه ایشالا که برای من پول آوردید. اصلا راجع به همین میخواستم با تو صحبت کنم. من یه جورایی نظرم تغییر کرده. چرا، مشکل چیه؟ یه مشکل شخصیه، ولی تصمیم گرفتم دیگه نرم. الان اومدم برای پاسپورت اون پولی که دستتون داشتم. بله من که نمیدونم شما رو اجبار بودم. پاسپورت خانم رو لطفاً این طرف تقدیم شما. لطف کنید داخلش هم نگاهی بکنید. ویزای شنگن جناب عالی. نه چرا الان داریم به من میدید؟ این دیروز تازه ساعت 2 حاضر شده رفتم گرفتم. 4-5 ساعت دیگه هم زنگ زدم موبایلتون خاموش بود. مهرش هنوز خوش نشده. سواد دارید که خانم؟ خب میدونم، ولی من میگم دیگه الان اینو لازم ندارم. حالا دستتون درد نکنه گرفت. من چیکارش کنم؟ پاسپورت خانم شما بگیرید. حالا پاسپورت واسه چی میگیرید؟ 48 ساعتتون میشه ویزاتون باطل بشه. چش خانم 48 ساعت دیگه. من واسه این پول عجله دارم. من که عجله‌ای ندارم. خب اینجوری که نمیشه آقای هدایتی، اگه عجله نداشتم که بهتون نمیگفتم. من لازمش دارم دیگه. شما یه لحظه تشریف بیارید. نمیدونه این ویزا یعنی چی؟ حیف نیست این ویزا باطل شه. اینجا که دست آقای هدایتی ماچ کنه پاس رو بگیره و بپره، اومده میگه باطل شد. پشت ما نشستی خانم؟ این وضعی آقای هدایتی هم سرد شد. بله. هلو. یس 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 پلیز وید پلیز وید. آقای هدایتی تلفن از سوئده. همون داشت از سوئد. Hey Anders. Walk around to Ravi. Yeah, yeah. Don't come here quick. Half 12. Me Turkish. Yeah. Kazan yere bi ya. Hem de don don fil tarafı. Bu mu mikif ekti ya kolme. Hukuk hem bra. Benim orada yine ağayı hedayeti her şeyin muşkeli bir şey demedim ki. Tomen ne derim? Fakat dolar derim ama ben benim çeneş koyayım tüm geçe. Topaşı buradan eşko. Ne eşko ne demeyi ondan bana mı اصلا بری بهتره. پشم هم پولارو میگیرم میدن دست یارو حلش میکنم. پاشو این نه ای اسلام ببرا سن اسقدوم تی کانادا. سلام چطوری؟ خوبی؟ کلاس های بعد از ظهر تشکیل نمیشه، زحمت نکش. تجمع دانشجویی دوباره باز. برو امور دانشجویی. امور دانشجویی کارت دارم. پس من رفتم فلنس. آقای امینی. آقای امینی. سلام، کاری داشتیم. دختر کجایی تو؟ چرا من نگفتی رتبت 15؟ خودش امتیاز ویژه است. فکر میکنم مهم نیست. به هر حال تو خوابگاه یه جا خالی شده، نگه داشتم برات. من دیگه خونه گرفتم. یعنی نمیخوایش؟ نه، تا کی میتونم به تو خبر بدم؟ فکر تو فردا ظهر.
اگر خواستی اینا رو برام اومدنی بیار. یادت نره ها. باشه مرسی. نازنین. نازنین بیا. ببین سینی رو بذار داشت بزنه. ببین اینا رفیقای داداش من انجلشون سه نکنی راجع به بازداشتگاه اینا. باشه ببین من خوابگاهمو چی کرد. بیا تو. اون چی شده به هارون بگو. توی خوابگاه دانشگاهم جون شده بعد من میخوام برم تو ناراحت نمیشی. نه بابا از اونجا راحت‌تر پولیسم حاضر رابط میدم. ببین اون چی شد. چی شد؟ سفته دیگه. ما هدیتی امروز نتونست فرس صبح زود میرم میگیرم. ببین من فکرم اون داره میپیچونه. چه پیچنه بازی در میاری؟ میگم برات میگیرم دیگه. حالا یک کاری واسه ما کرده. خب اصلا خودتو خورد نکن ببخش. سر پاشو ساعت 8 و نیمه. من نگفتم میخوام برم دفتر هدایتی پول ازش بگیرم. من هم میخوام برم دانشگاه دیرم شده. با تو هم چه جواب نمیدن؟ من رفتم ها. اینجا قانون سالمه. آره میدونم ولی میخوام عوضش کنم. کلید نیازی نیست. والا این ساخته منی طبقه پایین تو میدین چیکار از خانم؟ سلام آج خانم. سلام نازنین جون. خوبی؟ مرسی بنام. سر جون چطوره؟ بد نیست. قول پا عوض کردی؟ بله. خراب بود؟ نه ولی دیگه دارم عوضش میکنم. سلامتی. امروز روز مادره، من رفته دادم خرید. بچه ها میخوام بیان، پسرم، عروسم، مادرم میان. به سلامتی مبارک. مادر روزتون مبارک. ممنونم، بفرمید دیگه. بفرمید. دست شما نهنه. خواهش میکنم. سیبم برداشت. ممنون، تشکر. بفرمید دختر. خیلی ممنون. خواهش میکنم. نیستی، هست خونه. دست شما در من. پس من میرم بالا. نمیخوام این دو تا رو دارم کدوم برات بندازم چه فرق میکنه این معمولی اینه مال خودته این کامپیوتر اینو کسی نمیتونه باز کنه خب اینو بنداز این 8 تومن میشه باشه اشکال نداره بچشم فقط سر من خیلی عجله دارم مرسی کپی کارت دانشجویی کپی صفحه اول شناسنامه کپی کارت ملی سه قطع عکس فرم دانشجویی این اتاق شما شماره 12 خیلی ممنون شما نفرید باشه خیلی ممنون کلیدم خاصی از همه اتاقیت میتونید بله چه مبررات خوابگارم که بله همه رو میدم صبح سر شیش و نیم صبح باز میشه نامه میشم در میبندیم آخه نه من چون دو شب اینجا موندم میدونم ما موظفیم که بگیم چشم. اگه یک شب غیبت غیر موجه داشته باشیم ما مجبوریم به خانواده تماس بگیریم من خونه دارم بعد اونو تحویل بدم ما ربطی نداره خانم ما مسئولیت داریم اینجا رو امضا کن خانم پژمان ما هر چی میذاریم توی یخچال غیبش میزنه من میام مواظب پترت تو هم باشم مواظب باش دیگه ترم یکی آره بیرون خونه داری؟ آره میخوام خونه رو تحویل بدم اگه خونه داری نه اینجا خیلی سخته آخه خونه سختی خودشو داره پول پیش چقدر دادی؟ ببخش من الان عجایدم بعدم برای توضیح بدم الو الو من خوابگاه نه خب من خوابگاه کار داشتم آخه کتابای من کجا گذاشتی؟
خب من اومدم، خب میمدم خوابگاه کار داشتم. من عوض کردم، اگه نگفتی مغزی در عوض کن. مگه دادی پاسپورتتو نگرفته و ویزاتو باطل کنه؟ پس چرا هنو تو چمدونته؟ من تا یه ساعت دیگه. بیا حالا من میام دیگه، سری را میفتم. روانی بفرمایید، تولده از فاطمه است. خیلی ممنون. مغزی قفل رو عوض کردم، کلیدو گذاشتم بالای در. نازنین من عجله داشتم، مغزی قفل رو عوض کردم، کلیدو گذاشتم بالای در. نازنین من عجله داشتم، مغزی قفل رو عوض کردم، کلیدو گذاشتم بالای در. نازنین من عجله داشتم، مغزی قفل رو عوض کردم، کلیدو گذاشتم بالای در. نازنین من عجله داشتم، مغزی قفل رو عوض کردم، کلیدو گذاشتم بالای در. با کی کار داری؟ سهر نداریم اینجا؟ نه من مطمئنم همینجا کار میکنه. چند تا مغازه پایین‌تری عطرفروشی هست، شاید اونجا باشه. نه همینجاست. حمید آقا هستش؟ بله هستن بالا. صداشون کنم؟ آره اگه میشه مرسی. حمید آقا نبا نازن کنو. حمید آقا نمیدونی سهر کجاست؟ اگه ممکنه کادوش کنیم. بله خواهش میکنم. اینجا کارتخان داری؟ مگه اونجا نیست؟ کجا؟ دربند. نه من آوردمش بیرون از اونجا. چجوری؟ من زامن شدم بسش سفته گذاشتم، بعدش آمدم خونه دم همه وسیلاشو جمع کرده رفته، هیچی نذاشته. موبایل زنگ نزدی؟ موبایلش هم خودش نبرده، تو خونه جا گذاشته. دوستاش چی؟ بهرنگ؟ با بهرنگ خیلی میچرخی. نه دیگه اصلا با بهرنگ قطع رابطه کرده، من با بقیهشون که خبری ندارم. هر کیم که میشناختم پرسیدم هیچ کنشون نمیدونستم. منم دیگه از موقعی که از اینجا رفت دیگه هیچ خبری ندارم ازش. یه هفته داشته تو از من طلبکار بود، اونم نیومده بگیره. منم دیگه یه نفر جدید آوردم. این آقای زارعی اگه بهت زنگ زد جوابشو نده. من میگم پیداش میکنم. نترس من حواتو دارم. نه تو 10 دقیقه خودم میرسم. سلام. اوتور میام. من دوست سر تکلم. باشه میرسم بفرمایید. دوست سر تکلم. بفرمایید. من میخوام برنامه سفرش رو بدونم، تاریخش اینا کیه. میگه اینجا آژانس هواپیمایی، اینجا دفتر بیمه است. نه دیروز اومده بودیم، بعد پولش ازتون پس بگیر، شما داشتین چلو کباب میخوردین. ما علاقه هدایتی بورسی من که چیزی نمیدونم. نه من فقط ساعت و تاریخ بلیتش رو میخوام بدونم. پولا تو برداشته؟ نمیدونم. حالا ما طرف تبریز بشه. اونجا برای چی؟ آسمون تبریز داره میره هلند، بعد از اونم میره کانادا. بیشتر از من نمیدونم، نپرس.
چیکار میکنی؟ مغزی دارم باز میکنم. با اجازه کی؟ با یه صابونه. آقا شمس آبادی، مغزم رفت، سه دفعه مغزی رو عوض کردم. یه دفعه خودتون، یه دفعه همخونتون، یه دفعه آقا شمس آبادی. مشکوک میزنید شما. آقا شمس آبادی، بیا پایین ببینید. آقا شمس آبادی. بله، اومدم. شما این همخونه این دختر؟ بله. قراردادش خانم با ما فسخ کرده، 2 میلیون پول ما داری. هر موقع خالی کردی ما پول تو همه وسیله مال من نیست، بیشتر مال من. وسایل مال شماست، هر موقع ببری تخلیه کنی ما پول تو تمام کمال بهتون میدیم. باشه، من وسیله همو جمع میکنم، شما دو تا منو الان بده. تخلیه کنی که پولتون رو بدم دیگه. یک کبریت هم اینجا باشه، ما شرمنده پولتون رو نمیتونیم بدیم. بفرمایید. سلام شمس آبادی. بفرمایید. بفرمایید. آقا شمس آبادی. چه خبر؟ روز مادری گفتیم سر به مادر بزنم. عجب بود. الو. سلام. خوبی ماما؟ ببخشید زنگ نزدم. داشتم سلام جمع کنم برم خواب کنم. روزت هم مبارک. ببخشید دیر شد. مشغول دانشگاه و کلاس و اینا بودم. یادم رفت. همه چی شده بازار مشترک چینی تو باقا یه سلام، چطوری؟ خوبی؟ مرسی که اومدی. خوبه. من این مسئله رد کردم رفت خوب یه روز هم خونم اومده، من واسه تو روزو بگیرم. بفهم. مرسی. آقا شمس آبادی. بفرمایید. چاکری خانم تشفه بردن قربون شم. مثل وسیله تو آشپزخونه داشتم و نبردم. نه اونا رو نبردن، همش هست میتونی با خود ببری. بفرمایید قرارداد امضا کنی. پولتون آماده است. 1,750,000. چه من که 2 میلیون تومن دادم، چه 1,750,000؟ برای اینکه شیر و دشویی و همه جا رو خسارت زدیم به ساختمون. من خسارت دارد کردم، من که دو هفته هم کمتر اینجا بودن، اینو من خانم تکرده کردم. همه جا رو دارد دیوار و در و پیکر و کوله رو همه رو خراب کردی. افرم خراب کردی. تلفن خونه قطعه. من که نمیخوام پول تو بخورم. بفرمایید پول تو امضا کن، پول تو بگیر. تو بنویس امضا کن، من برای درستش میکنم. آقای چیه شمس آبادی؟ کریم شمس آبادی. امضا کن. یعنی که شما پول رو بدین بعد امضا کن. امضا کن، پول رو میدم به تو. یعنی که شما پول رو بدین بعد من امضا کن. چقدر پنج شما نه وجدانه اصلا رو هنم خواه رنگازی دیگه خیرشو بده سلام به چی شد پولوتی گرفتی از صاحبونه؟ آره گرفت من به بدبختی تونستم 420,000 خرطه برتا رو بفروشم گوش میدی یه 10% کمیسیون ما هست که واسه خونه رو ردیف کردم اگه ایزه بدی بردارم راضیه دیگه بفهم سلام خانم دکتر. سلام. شبتون بخیر. شناختی ما رو؟ بله شناختم. بچه اومد اینجا. آقای زارعی سلام رسوندن گفتن طلب ما رو نمیخوای بدی. حتما ما باید اقدام قضایی بکنیم یا حکم جبر بگیرم بیارم دم در دانشگاه. من خودم دارم اقدام قضایی میکنم. برو با آقای زارعی بگو. سهرام بیمارستان بستری کردم. گواهی سلام آقا. سلام. چیزی نشده آقا. بله آقا. چشم. چشم. گفتی کجا بستری؟ تو هلند؟
اینجوری نمیشه بخوای آقای زارعی رو بپیچونی. آقای زارعی گفت فردا بیا منزل، کارت دارم. خودم فردا هست میام دنبالت میبرم. الو من تو خوابگاه نمیبینمت. کجایی؟ آه دیدمت. خوبی؟ بچه ها دیدنت که تو کوچه خوابگاه با یه آقای در رو بست داشتی. حراست خواستتت. مواظب باش ستاره دار نشی ها. من این بلا سرم اومده. از دانشگاه میدازنت بیرون ها. ماما اینا نفهم میتونی برام پول جور کنی؟ از مسجدی از بانکی برام وام بگیری. تو درد سر افتادم پول احتیاج دارم. خانم دکتر باز که اومدی اینجا آقا چیکار میکنی؟ چه خبرته؟ سلام آقای زاری بچه من جلو در خوابگاه بری منو ببری بسما فیلم بازی نکن بچه من کجاست؟ بچه ها که من چه میدونم که مهده که بچه برو بچه دار چه فرتی جون من آقا چیکار داری میکنی؟ بچه‌ها چه جوری بابا اینو بابا زندگی تو سیاه می‌کنم نمی‌دونی با کی طرفی من دا بچه تو نمی‌شناسم می‌خوای زندگی منو سیاه کنی یه علف بچه من می‌دونم با تو من دا پسر تو نمی‌شناسم تو بچه‌ها نمی‌شناسی نادون احمد به خدا نمی‌دونی تو نمی‌شناسی منو می‌خوای سیاه کنی به خبر تو سر صدا رو انداختی چی داشتی می‌کنی اینجا اینجا خوابگاه دانشجویی تو برای چی باشه برو آقا من نگهبان اینجا من نگهبان خوابگاه آقا برو نمی‌دونی چه خبر زنگ می‌زنم سر ده زنگ می‌زنم پلیس زنگ می‌زنم پلیس زنگ می‌زنم سر بچه‌ها من کتک کنم نمی‌دونی چی برو زندگی منو برد چی یاد گرفتی بابا نداره چی شده بایتی خدا مرد پسرشو نمی‌شناسه آره بابا دیگه چه خبره آقا برای چی صداتونو بردین بالا خانم شما که خبر نداری عزیز من سر یه الف بچه پسرم با من دعوا کرده کتک کاری کرده زندگیمو ریخته به هم دیگه شما نمیدونی من همه اصلا نیستم پسرم مرده سر همین بچه نمیدونی نصفی زیر زمینه خب هر چی که باشه مگه اینجا لاتخونه است شما حق ندارین دست رو دارشو بلند کنید خانم عزیز آقای وزیری زنگ بزنین حراست دارشو باشه بیکارت دارم باشه زنگ بزن باشه دیگه من گوش بده میدونی من زندگی چی بده اینجا چرا انقدر لجبازی میکنی بابا هر چی زنگ بزن پسرش جوابشو نمیده درد سر درست نکن یه زنگ بهش بزن ببین کجاست خدا نمیشناد داره من شمارهشو ندارم آقای وزیری الو من رسیدم سر کوچه بیا توی پسر زارعی صبح بابا اومده جلو در خوابگاه آبروی منو برده زده تو گوشم جلوی همه حراست دانشگاه پلیس همه اومده بودن جلو در خوابگاه تو چی کاره سحری که واسش سفته گذاشتی آوردیش بیرون چرا اون شب منم دم خونه به من نگفتی افتاده زنده یه غلطی کردم خودم موندم توش خانم بابات گفت خانم با کی جره بس داری بس بکنی آقای وزیری میشناسم شما بفرمایید آشناس بله میدونم پس ساعت 9 و نیم در خوابگاه رو من میبرم چش بفرمایید فروختی منو ها کشوندی منو اینجا بابا منو نه به خودم اصلا نمیدونستم تو پسر زاری که بخوام این کارو کنم حالا ببینم سفتهاتو میخواد مگه دست توئه آره دست منه آره خب بده یا سواشو آره بابا کجا داری میری سه ساعت من داری تو خیابونم این چرخونه ما دیرم میشه میخوام برم خوابگاه دیدی فروختی ما رو بابام پشت سرم میارده به خودم اصلا حوصله ندارم حوصله درد سر ندارم این سفتاتو نمیخواد کو سفته یه سفته میگی سفته به من نمیدی نه قبه همه مدارکاشو پیچوندم برو باید پیداشون کن ست تا مال منه پارشون بابا پدرمون در میاد من نمیتونم پارشون کنم اونو ولش کن بهت میگم پارشون کن اصلا همه رو بیار مدارکو بده به من اون کاغذها تمام عشق و زندگی بابای منه از شیشه عقب نگاه کن ببین چی میبینی Thank you.
من میخوام پیاده شم. ببینم یه آبیوه بخوریم یکم با هم حرف بزن. آبیوه چه حرفی نده با هم بزن؟ خوابگاهم دیر شده. من میرسونم. نه لازم نکنه، دست ندارم. این ماشین فریده. ماشین فریده. سفته ها رو خودت پاره کردی اون پسر؟ سفته ها رو داد به همه، من جرئت نکردم پاره کنم، خودش پاره کرد. سحر تکلو از موقعی که رفته با تو تماس گرفته؟ خبر داری تو کشور هلند پناهنده شده؟ من از برنگ شنیدم تو کمپه، مریض، حالش هم خوب نیست. امضا کن. انگشتم بزن. Thank you.